در حالی که خلیفه ارتجا در هراس و نگرانی از وضعیت اقتصادی و عواقب اجتماعی و سیاسی آن برای نظام سال 98 را سال رونق تولید نامگذاری کرده، پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجا در یک جنگ باندی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را به باد حمله گرفت و از معمای تصمیم‌گیری‌ها در زمینه اقتصادی سخن می‌گوید. چندین بار به شخص آقای رئیس جمهور مطرح کردم چه کسانی تصمیم اقتصادی می‌گیرند و برای ما این خودش یه معماست. تعیین نرخ ارز 4200 یک فاجعه بود برای اقتصاد ایران. همه تحلیل ما این بود که این کشور رو به نابودی کشونه. نرخ سود سپرده بانکی هیچ یک از کارشناسان تایید نکردن در زمانی که التهاب ارزی ایجاد میشه، ما به خواسته اینکه بخوایم التهاب ارزی رو کاهش بدیم سود سپرده بانکی رفتش بدیم به معاون اقتصادی رئیس جمهور، به وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل بانک مرکزی وقت، به هر سه نفر بهشون گفتم شما شخصا با این تصمیم موافق بودید یا خیر. جالب این بود که معاون اقتصادی رئیس جمهور ما گفت آقای پرویم من مخالف بودم. وزیر اقتصاد با عصبانیت گفت من اساسا مخالف بودم. رئیس کل بانک مرکزی هم در اون جلسه گفت من مخالف بودم. ما موندیم چی تصمیم میگیره، چجوری کشور تو این حوزه تصمیمات ورود پیدا میکنه. یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی رژیم به نام عباس آرگون نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر بزرگترین اشتباهات اقتصادی دولت در سال 98 میگوید به عقیده من یکی از بزرگترین اشتباهات اقتصادی در سال گذشته تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و نحوه تخصیص آن بود. علی سرزعیم معاون وزیر کار رژیم طی مطلبی که در رسانه‌های حکومتی درج شده بحران اقتصادی رژیم و وخامت فزاینده آن را چنین ترسیم می‌کند: فساد روز به روز بیشتر می شود و اقتصاد روز به روز شلخته تر، به گونه ای که کمتر کسی در آغاز سال 97 تصور چنین شرایط اقتصادی را داشت. اقتصاد در امروز ایران شلخته و به هم ریخته است که در این میان سطوح پایین آسیب های بیشتری را متحمل شده است. عادی شدن خبر اختلاس و دزدی و غیره برای مردم به چه علت است و چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟ علی سرزعیم با ابراز نگرانی از تأسیسات وضعیت آشفته اقتصادی در به هم زدن تعادل سیاسی رژیم و پیامدهای اجتماعی آن میگوید طبیعتاً وقتی شرایط اقتصادی عوض می شود تعادل سیاسی را هم برهم زده و مشکلات زیادی را به وجود می آورد. به عنوان مثال در روزهای بحرانی یک عده قدرت بیشتری پیدا می کنند و در مقابل عده قدرتشان کم می شود که این بالا پایینی ها فضای سیاسی را از تراز لازم دور کرده و هرج و مرج را موجب می شود. آنچه در اظهارات مهره‌ها و کارشناسان رژیم جلب توجه می کند، اتفاق نظر آنها در این نکته است که وضعیت اقتصادی در سال 98 بسا تیره تر از وضعیت کنونی خواهد بود. سایت حکومتی بهار در این رابطه می نویسد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد، سال 1398 سالی سخت و پرچالش برای اقتصاد بحران زده کشور خواهد بود. رکود سنگینی که در سالهای اخیر بر بازار تولید کشور سایه انداخته است در ماه‌های اخیر بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است و این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تا اینجای کار اثرات تحریم‌ها خود را آنچنان نشان نداده است. علی دینی ترکمانی یکی دیگر از کارشناسان رژیم که یک مطلبی با عنوان شکست نظاممند که در رسانه‌های حکومتی درج شده با ابراز ناامیدی از هر گونه اصلاحی در این اقتصاد ویران می‌نویسد جامعه و اقتصاد ایران به دلیل نظام حکمرانی ضعیف و سوء مدیریت‌های شدید درگیر پدیده‌ای به نام شکست نظاممند شده است. به صورت خانه کلنگی بسیار فرسوده‌ای درآمده که با راه کارهای جزئی نگرانه نمی‌توان به مشکلات آن پرداخت. این خانه به بازسازی اساسی نیاز دارد.